همسفر ما باشید. شهر به شهر، روستا به روستا، آبادی به آبادی میریم و از سرزمین زیبامون ایران براتون میگیم. به شهرهای سرسبز و خوش آب و هوا. به باغات پرمیوه و چشمه های همیشه جاری. از طبیعت زیبا و بکر تا دریاچه های پر از آب. از گردشگری مذهبی براتون میگیم، امامزادگانی که با رفتن به اون مکانهای مقدس آرامش رو به خودمون هدیه میدیم و با دیدن بناهای تاریخیشون به عظمت معماری و هنر بی‌بدیلشون پی میبریم. از گره‌چینی چوب و بازی رنگ و شیشه تا درختان کهنسال داخل حیاط. از صنایع دستی ارزشمند که با دستان هنرمندانه با ظرافت تمام اشیایی خلق میشن که کم نظیر و گاهی بی نظیرن. بافتن چوب و حصیر در کنار هم و نقش زدن روی فلز. و البته که به سراغ کشاورزی میریم و از ظرفیت‌های بسیارش براتون میگیم. شما همسفر ما هستید در استان مرکزی، شهرستان شازن. با نام و ید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. ما در استان مرکزی هستیم، شهرستان شازند. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با صنایع دستی ارزشمند این شهرستانه. هنرمندان زیادی هستند که به خلق آثار زیبای صنایع دستی میپردازند و در اصل میشه گفت چیزی که باید ازش حمایت بشه و آثاری که خلق میشه جاودانه همیشه میمونن. اینجایی که ما الان هستیم جایی کار بافندگی انجام میشه، اون هم به وسیله حصیر و سبد بافی به روشهای خاص خودش که بسیار زیبا و دیدنی هم هست و میخواییم بهتون معرفیش کنیم. خوشبختانه در اکثر شهرهایی که ما رفتیم یک از صنایع دستی که بهتون معرفی میکردیم به خصوص خطه جنوب کشورمون بحث سبد بافی بوده که الان معرفی میکنیم. خوی مادر سلامت باشه. سلامتی؟ سلامت باشه. خوب هم درست انشالله. الحمدلله. شما کارتون چیه؟ چی کار میکنیم؟ من کارم حصیر بافیه. آها، حصیر بافی کار میکنم. درسته، به اینا میگن سبد بافی، درسته؟ به اینا میگن سبد بافی، اینا ولی به اینا میگن حصیر بافی. آره. حصیر بافی از کی یاد گرفتین؟ از مادر بزرگم. مادر بزرگ. چند سال دارین کار حصیر بافی انجام؟ 50 سال دارم کار میکنم. بعد چی شد که اومدی تو شازند و مشغول شدین؟ من شوهرم کارش اومد شازند. خب بعد کار شوهرم که اومد خودمون هم اومدیم شازند. درسته، ماندگار شازند شدیم و کارمون هم اینجا انجام دادیم.
اینا پیشه خورما. نخل خورما ناره. خب اینجا که نخل خورما نیست. خب میرم جنوب میارم. از کجا؟ از دسفول، از اهواز. خود اصالتا دسفولی هستین؟ خودم اصالتا دسفولی هم. درسته. ببینید از دسفول کوچ کردن اومدن شازند زندگی کنن به خاطر شغل همسرشون، ولی همین باعث شده که سوغاتی که در جنوب کشور مثلا درخت نخل و یا درخت خورما پیشش رو بیارن اینجا و استفاده کنن و تو کار حصیربافی که هنر بیشتر مردمان جنوب کشور هست رو بیان اینجا ترویج بدن. این وسایلی که میبافین رو به کسی هم یاد دادین حصیربافی رو؟ کسی که مثلا بومی اینجا باشه نه، میان میگن دوباره پس میکشه نمیان، ولی عروسان دخترم اینا همه هم این کار رو انجام میدن. آها، عروس و دخترتون بلدن؟ بلدن. ولی شازندی ها نمیدن یاد بگیرن؟ شازندی ها نمیان میگن و ادامه نمیدن. درسته. اینم طرح چوغه است درسته؟ طرح چوغه بختیاری هست. یعنی شما بختیاری هستین؟ اصلیت بختیاری. به به، اصالتا بختیاری هستم. قوم بختیاری هم که قوم غیوری هست و اهل کوچ و به هر حال اهل کار و تلاش و زندگی. فرق سبد بافی شما با سبد بافی که بقیه انجام میدن چیه؟ مال شازند دوستان مرکزی. بله. اونا ترک سبده. خب. بعد مال ما چوب بادومه از جنوب میاریم. درسته. اینجا نداره، این بادام اینجا نداره. این بادام تلخ کوهی هستش که از چوبهای اضافهش موقع هرس کردنش سبد بافی انجام میدن. توی بخش دیگه سبد بافی رو به وسیله چوبهایی که در همین منطقه رشد میکنن و بیشتر کارشون هم به فصل پاییز برمیگردن، این پاییز تا زمستان، در از سبد بافی رو دارن این عزیزان و هنرمندانمون که دارن اون کار انجام میدن. فرقش تنها در چوبی هست که استفاده میشه برای حصیر بافی و البته کمی هم از لحاظ در اصل وسعت اونهای کمی دیدم که بزرگتر هم بودن، هرچند سایز ها متفاوته، از سایز کوچک شروع میشه به بزرگتر هم میرسه. تو بخش بعدی با هنرمندان دیگر شهرستان شازند آشنا میشیم با هنرشون و ببینیم چه هنرمندان اینجا دارن. همراهی ما را از دست ندین، همسفر ما باشین. سلام عرض میکنم به بینندگان محترم برنامه همسفر. پوران نوشیر هستم، به مدت 28 سال فعالیت هنرهای چوبی رو دارم. خانم نوشیر، تو چه زمینه هایی الان فعالیت دارین؟ منبت، منبت معرق، منبت مشبک، سوخنگار چوب و پیکرتراشی به اضافه هنرهای چرمی. الان این نمونه کاری که جلوی دستتونه اسمش چیه؟ این منبته. منبت به معنی کندکاری روی چوب و ابزار این کار مغارهای سوزنیه که چون مغار چکش کارهای بزرگتر رو با مغار چکش انجام میدن، ولی این چون مغارش کوچکه به نام سوزنی، مغار سوزنی معرفی میشه. و الان چند سالی که دارین این کار رو انجام میدین؟ 28 سال الی 30 سال. توی این هنر افتخاراتی هم داشتین؟ بله، در زمینه منبت مشبک کار یازامن آهو رتبه کشوری کسب کردم، رتبه سوم کشور رو کسب کردم و در زمینه پیکرتراشی هم رتبه سوم کشوری رو کسب کردم. خب بعد از نظر درآمد چی؟ کسب درآمد دارین با این هنر؟ یکی که علاقه‌مند باشه بخواد بیاد این هنر رو یاد بگیره
خوشبختانه میتونه که داشتم سالیان هنرجوهای زیادی داشتم که خوشبختانه تونستن کسب درآمد میکنن و کارآفرینی تو استان انجام دادن. بله. خب اون وقت چه مدت زمان طول میکشه تا کار منبت رو یاد بگیرن؟ کار منبت یه مقدار زمان بره، حدودا یک ماه طول میکشه. 12 جلسه، حالا بستگی داره این 12 جلسه رو چجوری تشریف بیارن. علاقه مند باشن و پشتکار داشته باشن مطمئنن یاد میگیرن. یه نمونه کاری من دیدم که روی حصیره، یه توضیح راجبش به من میدین؟ کاری که روی حصیر انجام دادم رقص سماست که اولین بار تو ایران این کار رو ابتکاری خودم انجام دادم و هنوز ثبت نکردم و قراره که انشالله به ثبت برسونم. سوخت نگار چوب یا سوخت نگار حصیر با هویه کار میشه و روی حصیر یه مقدار 100% به مراتب مشکل تر و یه مقدار حساسیت خاص خودشو میطلبه که حصیر نسوزه. بعد یه مقدار لطیف تر کار بشه. بعد از نظر زمانی سوخت نگار بیشتر زمان میبره یا منبت؟ منبت مادر هنرهای چوبیه. منبت بیشتر زمان میبره، مشکل تره، یعنی کسی که خیلی روحیه مقاومی داره و خیلی تو کارهای سخت میتونه کارهای سخت رو انجام بده و از سراغ این کار بیاد. با سلام خدمت بینندگان همیشگی برنامه همسفر، در ادامه معرفی صنایع دستی شهرستان شازن میرسیم به کارگاه هنری خانم زمانی و میخوایم راجع به هنرشون بیشتر بدونیم. خانم زمانی بفرمایید. به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم برنامه همسفر، در خدمتتون هستم. نمونه کارتون اسمش چیه؟ این کارهایی که شما اینجا میبینید اینا همه کارهای پرشنگ هستن که پرشنگ هم به معنی تلالو نوره. چند وقتی که داریم این کار رو انجام میدین؟ ما الان حدود 2 ساله که داریم این کار رو انجام میدیم. از کی یاد گرفتین؟ ما این خودآموز بوده، از دنیای مجازی یاد گرفتیم، یعنی مثلا استادی چیزی نداشتیم. درسته. مراحل کارم که بهتون بگم یا مواد اولیه‌اش رو بهتون بگم، این قطعات کریستالیه که ما استفاده میکنیم، رنگ اکرولیکه که خیلی هم ضد آبه، با کیفیته، و قیچی و چسب و قلم. پس اینا رو میچینید و؟ ببین، ما یه سفال خام تهیه میکنیم. بله. بعد هر سفالی هم باشه میشه. این یه دیوارکوب مثلا 30 سانتیه و اندازه های مختلف هم میشه روشون کار کرد. و این سفال خام ما سنباده میزنیم و اولش رنگ و ماد میزنیم و رنگ ماتمون رو میزنیم. یه دست هم بیشتر نمیخوره. بعد این قطعات کریستالی رو با قیچی برش میزنیم و به صورت ظریف و خیلی قشنگ بعد برش بخوره که واقعا کار تمیز در بیاد. بعد با چسب پشتشون رو چسب میزنیم و این به صورت سلیقه و ایده‌ای روی کار میچسبونیم. بعد درآمد هم داره براتون این کار؟ بله. این هنرجو داریم؟ بله، خوبه. خدا ارسال هم به شهرهای دیگه داریم؟ ارسال به شهرهای دیگه هم بله داشتیم تا حالا، خیلی هم خوب اصلا استقبال کردن از این هنر. ما که خیلی لذت بردیم از این هنر زیبا. من امیدوارم که شما هم لذت برده باشین و همسفر ما باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. معصومه سیامی هستم، در زمینه میناکاری تو ساعت شهرستان شازن به عنوان کارآفرین در خدمت شما هستم. خانم سیامی، به جز میناکاری تو چه رشته های دیگه فعالیت میکنی؟ بنده چندین سال هستش که توی شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی و رشته‌های مختلف صنایع دستی تدریس دارم و یه کارگاه تولیدی رو داریم چند ساله توی رشته میناکاری. چند سال الان؟ الان حدود 6 سال هستش که این کارگاه فعاله در سطح شهرستان. خب یک کار میناکاری چه مراحلی رو باید طی کنه که کار کامل تحویل داده بشه؟ در رشته میناکاری اولین چیز آموزش طراحی سنتی هستش. افرادی که علاقمند هستن به این رشته باید توی زمینه طراحی سنتی مهارت پیدا کنن، بعد در زمینه رنگشناسی هستش و در نهایت طرح رو منتقل میکنن روی ظرف، ظرفی که لعاب خورده و نقاشی مینا روی اون کار انجام میشه. بعد از این مرحله، مرحله پخت هستش که مرحله نهایی هست، کار پخته میشه تو کوره و رنگ ثابت میشه. چقدر زمان میبره که یه هنرجو بتونه کار میناکاری رو کامل یاد بگیره؟ دوره آموزشش معمولاً بین 4 تا 5 ماه هستش که اگه بخواد مهارت کامل پیدا کنه طرف، و بعد از اون که مهارت پیدا کرد بستگی به تمرینات خود شخص داره. اگر تمرینات مستمر انجام بده راحت میتونه بعد از 6 الی 7 ماه کار ارائه بده، برای فروش کار داشته باشه و در واقع خودش کار تولید رو انجام بده. الان رو میز من میبینم که چند تا ظرف هست ولی تفاوت داره. تفاوت این ظرف رو به من میگی؟ بله. ببینید ظرفی که قرار مینای نقاشی روش انجام بشه، اگر لعاب خورده بشه به این شکل، لعاب سفید چند دست خورده میشه، بعد این لعاب پخته میشه، روی این ظروف لعاب خورده نقاشی انجام میشه. به این شکلی که الان شما میبینید رنگ خورده میشه روی ظروف و نقوش روش ایجاد میشه به وسیله یه سری قلم‌های چوبی، رنگ‌آمیزی میشه و در نهایت پخته میشه. این کار مینای نقاشی هستش. یک کار دیگه هم داریم که پرداز هستش. پرداز روی مس هستش. پرداز روی مس، ظروف مسیه که خام هستن و اصلا لعاب نخورده روشون. به این شکل که بهتون نشون دادم روش رنگ گواش زده میشه روی زمینه و نقوش روش طرح زده میشه و پرداز و رنگ‌آمیزی میشه، در نهایت پلی‌استر میشه و به صورت براق ارائه داده میشه. تفاوت این دوتا کار به این شکل هستش. خب چه رنگایی استفاده میکنید برای انجامش؟ برای نقاشی، مینای نقاشی، یه سری رنگ‌ها هستن که پودری‌ان، اکسید فلزات مختلف هستن. این اکسید فلزات مختلف با یه مایه‌ای به نام بس ترکیب میشه. بس ترکیب سمق و گلیسرین هستش. به این شکل روی پالت‌های رنگی آماده میشه و هر بار برای استفاده قلمو وقتی که خیس بشه توی این رنگ‌ها میشه روی زمینه ظرف زده بشه. اما رنگ‌های مخصوص پرداز به صورت گواش هستش که تفاوت داره ساختارش با این رنگ. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت بینندگان خوب برنامه همسفر. مریم ملکی هستم که در زمینه چرم و تولید کیف‌های چرمی فعالیت دارم. چند ساله که این کار یاد گرفتین؟ حدوداً 7 سال هست که مشغول به این کار هستم. از کجا آموختین؟ بله، یه آموزش اولیه رو توی مرکز فنی حرفه‌ای دیدم و دیگه خودم شروع کردم حالا به آزمون و خطا کردن، تولید کیف کردن، به قول معروف خراب کردن کیف‌ها تا تونستم یه حالا تقریباً یه نیمچه کیفدوز حرفه‌ای بشم. از چرمی که استفاده می‌کنین طبیعی یا مصنوعی؟ اوایل چون تازه کار بودم انگار که مثلا می‌ترسیدم با چرمای طبیعی کار بکنم. اوایل با چرمای مصنوعی و صنعتی بود، ولی الان دیگه تقریبا بیشتر سفارشم هم از چرمای طبیعی هست. فرق چرم طبیعی با مصنوعی در چیه برای کار کردن؟ خب قطعا کیفیت، اصلا کلا تفاوتشون زمین تا آسمونه. کیفیت، دوام و برای کار کردن کدوم یک راحت تره؟ خب قطعا برای کار کردنم طبیعی راحت تره، چون از نظر سوراخ کردن، دوخت و میگم مشتریم بیشتر چرم طبیعی رو پسند میکنه. ابزار کارات چی هستن؟ ابزار کارم سنبه، سوزن، خطکش، خودکاری که برای نقطه گذاری و علامت گذاری هست، کاغذهای پشت شطرنجی، نخ و حالا یه سری هم وسایل جانبی هست. بله. سایز چرمایی که برای کیف و در واقع دوخت و دوز استفاده میکنیم معمولا چه سایزی هستش؟ خب چرمای صنعتی به صورت متری فروخته میشن و ولی چرمای طبیعی به صورت مثلا یه ورق که هست پا، مثلا یه ورق کامل 30 پا هست. حالا هر پا چیه؟ هر پا میشه یه مربع حدودا 30 در 30. ورقایی که من برای چرمای گاوی استفاده میکنم حداقل 30 پا هستن، یعنی یک ورق کامل چرم گاوی 30 پاه. ولی برای چرمای بزی، خب چرمای بزی قطعا تیکه های کوچیکتری هستن. بزرگترین تیکه‌ای که برای چرمای بزی هستش حداکثر 10 پا هست. فقط تو زمینه که دوخت کیف کار میکنی؟ دوخت کیف، کمربند، دستبند، دیگه کفش هم یه مدت کار میکردم ولی الان دیگه کار نمیکنم. بله. و توی شازند هم؟ توی شازند دارم فعالیت میکنم، ولی فروش رو به صورت البته بیشتر اینترنتی هستش، از طریق حالا چیزای مجازی که هستن، فضای مجازی که هست، از طریق اونا مشتریابی میکنم و تقریبا به بیشتر شهرهای کشورم من صادر دارم. خب همونطور که در برنامه امروز مشاهده کردین، ما به معرفی هنرمندان شهر زیبای شازند پرداختیم و صنایع دستی که به هر حال این نزدان خلق کردن رو بهتون معرفی کردیم. البته باید بگم که هنرمندان زیادی هستن در این شهرستان و معرفی تک تک آثارشون واقعا زمان بره و فرصت زیادی رو میطلبه. به هر حال سعی کردیم در حد بضاعت برنامه همسفر به چندین مورد از این در واقع هنرمندان و کارشون اشاره کنیم. جایی که الان هستیم نقاشی روی چرم هست. ما در بحث چرم دوزی رو بهتون بارها معرفی کردیم که کفش، کیف و به هر حال آثاری که از طریق چرم دوخته میشه و استفاده میشه رو با هم دیدیم و معرفی شده. اما اینکه نقاشی روی چرم به چه شکلی هست و خانم اسماعیلی برامون توضیح میده و برامون میگه که اصلا کارشون چیه. این شما بینندگان همسفر بفهمید. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان محترم برنامه همسفر، در خدمتتون هستم. کارتون چیه دقیقا؟ ببینیم، ما انجیوی فعال، اول انجیوی فعال شهرستان هستیم در زمینه آموزش و کارآفرینی که با جذب اساتید در زمینه های مختلف هنری در خدمتتون هستیم و سعیمون بر این بوده که همگام با کارآفرینی بانوان در واقع ترویج داشته باشیم هنرهای اصیل و سنتی ایران رو، که یکی از این هنرها که در خدمت شما هستیم نقاشی روی چرم هست، به علت سابقه باستانی که داشته در ایران و در حالا باقی تمدن‌های دنیا.
درسته، یعنی اینکه شما در واقع رشته های مختلف هنری رو دارین، یکی از این شاخه ها نقاشی روی چرم بله هست. بله. نقاشی روی چرم چه تاریخی داره، از کی انجام شده؟ فکر میکنم همون دست نوشته های قدیمی، نامه نگاری هایی که روی چرم به هر حال انجام میشده از همون بله. طریق بوده دیگه، درسته؟ بله کاملا درسته، پیش از تمدن حتی برمیگرده تاریخچش، میتونی بگیم در زمان قارنشینان بوده و در ایران هم به دوران اسلامی برمیگرده، به نقوشی که حالا برای بیشتر برای صحافی در زمان کتابت درسته استفاده می‌شده، برای کتابت قرآن، صفحات قرآن استفاده می‌شده، ولی نقش قبل از اینکه کاغذ پدید بیاد از چرم استفاده بله بله کرده. قبل از کاغذ از تومارهای چرمی استفاده می‌شده. و در نقاشی که شما میکشین به چه شکلی مراحل کارتون توضیح میدین از ابتدایی که چرم دستتون میرسه و بعد باید حتما چرم طبیعی باشه یا مصنوعی هم میشه این کار رو انجام داد؟ بله خب این ارزش این کار قطعا روی کار روی چرم طبیعی هستش با دست، و بهترین چرم چرم بز هستش به علت بافت نرم و ظریفی که داره و به خاطر بافت ظریف و رنگ پذیری که داره بیشتر از چرم بز استفاده میشه، اما در زمانهای گذشته از چرم آهو هم برای کتابت استفاده میشده. بله، یعنی شما طرح روی چرم میکشین، بعد اون رو رنگ میکنین یا رنگ آمیزی میکنین، یا اینکه از ابتدا چرم رو رنگ میکنین، چجوریه؟ بله، از چرم دباغی شده استفاده میشه بیشتر به دلیل محافظت کار، و حالا البته یه قسمت محافظت ابتدای کار داره، یه قسمت انتهای کار هستش برای پرداختش. طرح هم به دو صورت مختلف میتونه به صورت ذهنی روی کار کشیده بشه و میتونه به صورت کپی بشه. حالا بیشتر هم از نقوش گل و مرغ خطایی استفاده میشه، صحنه‌های شکار و نقوش سنتی، هنرهای سنتی هست. درسته. یه تابلوی کنارتون میبینم که کار سوزندوزی روی چوب هست، یعنی شما به جز کار چرم یکی از رشته‌های کاری که انجام میدین همینه، درسته؟ بله بله، خدمتتون عرض کردم زیورآلات هستن که یه نمونه زیورآلات ما چوب، روی چوب کار میکنیم، فلز، سفال، و این نمونه‌ای که شما مشاهده میکنید سوزندوزی بلوچ هست که در واقع از هنرهای اصیل ایرانه. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. همونطور که بارها در برنامه همسفر من اشاره کردم، ما حامی در واقع کسانی هستیم که دارن صنایع دستی رو کار میکنن. اگه شما هم به عنوان میهمان یا حتی گردشگر به شهر و دیاری سفر کردین، سعی کنین حتما از آثار صنایع دستی ارزشمند اون شهرستان تهیه کنین و به یادگار به دیار خودتون ببرین، چرا که کاری که در صنایع دستی داره انجام میشه کار با ارزشیه و ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها حتی روش وقت گذاشته میشه تا این پازل زیبا به نتیجه میرسه و میتونه زینت بخش منزل شما یا محل کار شما باشه. ما رو در فضای مجازی همسفر.tv پیگیری کنید، انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونید ما رو مطلع کنید. تا فردا موضوع دیگه، همه شما اعضام رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.